وین پایتخت کشور اتریش. این شهر به دلیل نقش تاریخی و فرهنگیش در قاره اروپا شناخته شده است. اما برای گردشگران از جهت دیگری نیز شهرت دارد، به دلیل غذاهای خیابانی خاص و منحصر به فردش. یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین این غذاها سوسیس‌های معروف وینی است که در دکه‌های سوسیس فروشی سطح شهر عرضه می‌شود. این دکه‌ها که به نام خانه سوسیس شناخته می‌شوند، بخشی از فرهنگ غذایی وینی به شمار می‌آیند و به یک نماد غیررسمی از زندگی روزمره در این شهر تبدیل شده است. در دکه سوسیس همه با هم یکسان هستند. خواه شما یک بانکدار باشید که صدها هزار یورو درآمد دارد، یا چند یورو آخر خودتون رو برای خرید یک سوسیس روی هم می‌ریزید. اینجا با مردم ملاقات می‌کنید، می‌توانید با آنها صحبت کنید. همه و شما در یک سطح با دیگران هستید. در سال‌های اخیر دکه‌داران فروشنده سوسیس در وین تلاش کردند تا این غذا را به عنوان یک نماد فرهنگی ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسانند. ما بر روی ایجاد نوعی مهرموم با کیفیت برای غرفه‌های سوسیس وین تمرکز کردیم و می‌خواهیم اونها را به عنوان نشان داشته باشیم. زیرا غرفه‌های اسنک دیگری وجود دارند که شناسه خاص خودشون را دارند. اما ما واقعا تلاش می‌کنیم تا به عنوان خانه سوسیس کار کنیم. درست همونطور که 100 سال پیش در وین انجام شده و شاید این مشاغل رو به عنوان اعضای انجمن سوسیس فروشی‌های وین نیز بشناسند. برای دکه‌داران ثبت این غذا در یونسکو به معنی به رسمیت شناختن این بخش از فرهنگ وین در سطح بین‌المللی است. آنها معتقدند که این دکه‌ها تنها مکانی برای فروش سوسیس نیستند، بلکه نمایانگر بخشی از تاریخ، سنت و هویت فرهنگی وینی‌ها هستند. ثبت نمادهای فرهنگی در یونسکو می‌تواند به حفظ و ماندگاری این سنت‌ها به عنوان میراث فرهنگی ناملموس کمک کند. و این امکان را که نسل‌های آینده نیز از این بخش مهم از فرهنگ بهره‌مند خواهند شد تقویت نماید. مهران عباسیان.